قلب من نوشته، رنگ قرمز رنگ عشقه، واسه تو جونمو میدم، پرسپولیس سرور عشقه. عرب ایران، اهوازی، 24 ساله، پناهنده در ترکیه، هوادار فوتبال، عاشق پرسپولیس، زینب صحافی، زینب پرسپولیسی. خب من بچگی فوتبال رو دوست داشتم و اولین بار که رفتم جلوی استادیوم اون جرقه زده شد، چون من دیوانه بودم و دیوانه تر شدم. اون هوادارا رو که دیدم با پرچم پرسپولیس، لباس پرسپولیس، صورت‌های رنگ کرده، بوق و شیپور، کلاه، من اونا رو که دیدم دیگه اسکم نمیتونم واقعا. این دیگه نه تنها واسم بس نیست، بلکه کمم هم هست. از صبح تا الان اینجاییم، اسممون رو گرفتن، فامیل گرفتن، کد ملی گرفتن، همه کار کردن، حالا موقع بود میگن جا نیست، جایگاه پر شده. ما که از صبح اینجا بودیم، چرا ما نرفتیم؟ کی رفته جایگاه رو پر کرده؟ به یه جایی رسیدم که دیگه به صورت دختر که نمیتونستم برم استادیوم، صورتم هم نمیتونستم رنگ کنم، تنها کاری که میتونستم بکنم این بود که خودم شبیه یه پسر کنم. تصمیم راحتی نبود. اولین جنگ، جنگ با خودمه که دارم با زینب میجنگم که اونو تبدیل کنم به پسری که اسم شاهینه و میخواد بره استادیوم. این اولین بار بود که به ریشه نبود، به ریش بود. یعنی باید ریش داشته باشی، پسر باشی که بری استادیوم. فرق نمیکنه چقدر فوتبال رو دوست داری، فرق نمیکنه که تو یه دختری و هزار برابر خیلی از پسر عاشق فوتبالی، فرق نمیکرد، باید پسر میبودی تا وارد استادیوم بشی. همین که ما با باند سینمونو میبندیم، یعنی واقعا آدم نفس نمیتونه بکشه و من مجبور بودم ساعتها اونجوری باشم، ساعتهای طولانی. و جدا از اون استرسی که من توی استادیوم داشتم، قبل استادیوم رفتن داشتم، تموم اینا، یعنی یه جوری بود که من به استادیوم میرسیدم دیگه نفسی نمونده بود که بخوام دم و بازدم انجام بدم، نفسم گرفته بود. اولین بار بود چمنو از نزدیک میدیدم، بازیکن‌ها داشتن گرم میکردن، این همه هوادار پرسپولیس رو از نزدیک میدیدم، یعنی تو حال خودم نبودم. بعد پلیس منو گرفت و گفت باید از استادیوم بری بیرون. بعد انقدر التماسش کردم، گفتم حداقل بذار بازی شروع بشه، من 5 دقیقه بازی رو ببینم بعد منو ببر بیرون. گفت نه نمیشه، نباید میومدی. بعد منو بردن پایین، یه تعهدنامه امضا کردم، اواخر بازی گذاشتن من برم خونه. بعد مامانم میگفت که خب رفتی استادیوم دیگه، استادیوم هم دیدی، زمین چمن رو دیدی، هوادارا رو دیدی، بازیکنا رو هم دیدی، بس دیگه، نمیارزه انقدر گریه کنی، خودت رو اذیت کنی. بعد من گفتم که نه، این تازه شروع شده واسه من، بحث استادیوم واسه من تموم نشده، تازه شروع شده، چون که الان اونا اجازه ندادن من وارد شم و اونا من شکست دادن، ولی من میرم تا اونا رو شکست بدم. بعد باز چند بار با لباس پسرونه رفتم و تونستم بازی کامل ببینم. دیگه حرفه‌ای شده بودم، صدامو کلوف میکردم، حرف میزدم که کسی نفهمه من دخترم. به اون میگفتن استادیوم جای مناسبی برای زنان نیست چون پسرها فحش میدن. به نظر من استادیوم جای مناسبی برای کلن جای مناسبی نیست چون زنها اونجا حضور ندارن. چون با توجه به تجربه های خودم دارم میگم، موقعی که من توی استادیوم بودم و کسی بلند میشد فحاشی کنه، یک نفر اگه بلند میشد فحاشی کنه، 10 نفر اونو مینشوندن، میگفتن دختر تو جایگاه نشسته، حق نداری فوش بدی، و اونم یه معذرت خواهی میکرد و مینشست. من پرسپولیسی هم، بقیه فولادی، همه هم پشت سر من، همه استادی ما هم عکس گرفتیم، هیچ کس هم کار به کاری من نداشت. بازی استقلال صنعتی و سپاهان
من دویدم، یه پلیس داشت دنبال من میدوید، فهمید دخترم. من دویدم رفتم تو هوادارا، همین که رسیدم گفتم که من دخترم و پلیس دنبالمه. تمام پسرا دور من حلقه زدن، یکی تیشرتشو در می آورد تنم میکرد، یکی کلاهشو با کلاه هم عوض میکرد که پلیس که وارد میشه نتونه منو پیدا کنه. همینجا ازشون تشکر میکنم، پسر خیلی منو حمایت کردن. من فکر نمیکردم واقعا استادیوم اینجوریه. خب فکر میکردم خطرناکه وقتی میفهمن من دخترم، ولی دیدم نه تنها خطرناک نیست بلکه کلی هوای منو داره. من خیلی از بازی‌ها خب نمیتونستم برم بوفه خرید کنم، پسر رو میرفتن آب میخریدن، ساندویچ میخریدن، میومدن به هم میدادن، یا مثلا آروم به هم میگفتن آب جی. پسره که واقعا نمیشناختمشون، کلی هوای منو داشتن و حمایت هم کردن. ما فقط واسه استادیوم رفتنه نمی جنگیم، یعنی استادیوم یه بخشیشه. ما برای برابری، حقوق برابر با مردا داریم تلاش میکنیم. حق حجاب، حق درس خوندن بدون اجازه همسر یا پدر، حق حضانت بچه، حق طلاق، حق خروج از کشور بازم بدون اجازه همسر و پدر. و بعد چیز دیگه اینه که من بابام عرب خوزستان و مامانم بختیاریه، باز یه دعوای دیگه بازم از توی همون خونه و خونواده شروع شده بود که مثلا با بچه های فامیل مادری مثلا بازی میکردیم، حالا بحث میکردیم، دعوا میکردیم، میگفتن زینب عربه، از این ور خانواده پدری میگفتن زینب لوره. و اون موقع میگم که بچه بودم و من واقعا این چیزا رو نمیفهمم، یعنی میگفتم واقعا بده، یعنی من لورم، بده عربم، اگه کلا لور بودم بهتر بود، اگه کلا عرب بودم دورگم بهتر بود. و بعد میدیدم که نه، یعنی بحث فقط اونجا نیست. بعد وارد مدرسه شدم، خب میگفتن که تو لهجه عربی داری. خب آره، منم میگفتم اون موقع دیگه من جنگامو تو خانواده کرده بودم و با تجربه تر میگفتم که آره من لهجه عربی دارم چون زبان عربی بلدم، چون یه زبون بیشتر شما بلدم، این لهجه من واسه اون زبانیه که من بلدم. نخل فوق یا بفوق، نخل فوق مدری لمعخد یا بمدر القمر فوق والله ما ریده. یکی از مشکلاتی که ما اقلیت‌های قومیتی، یعنی ما عرب‌ها یا هر کس دیگه، کردها، ترک‌ها توی ایران داریم اینه که آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری هستش، یعنی اولیش هم همون توی مدارس شروع میشه. مثلا من یکی از فامیلامون موقعی که رفته بود سال اول که وارد مدرسه شد، خب توی خونه عربی حرف می‌زدن و سخت بود واسش فارسی. اینجوری بود که رفته بود مدرسه، خب اصطلاحاتو بلد نبودش. بعد توی کلاس بود، ناظم میاد در کلاس، بعد معلم میگه که نفستون در نیاد تا من برم و بیام. خب منظور اون معلم این بود که سر صدا نکنید تا من برم و بیام. رفت و اومد دید که این فامیل ما کبود شده. بعد بهش گفته که چته، چی شده؟ گفته که خانم خودتون گفتید نفستون در نیاد تا من برم و بیام. و میگم این چیز شاید کوچیک باشه ولی امکان داره حتی جون یک نفر رو بگیره. به خاطر همینه که خیلی ها توی همون سنین پایین ترک تحصیل میکنن، چون سخت واسه شون، هم متوجه زبان فارسی نمیشن، هم مسخره میشن، هم از طرف یه سری از معلم ها، هم کلاسی هاشون که عرب زبان نیستن. تأثیر مستقیمی که تبعیض‌ها روی من داشت و اون باید نبایدهایی که از بچگی شروع شده بود دوران نوجوانی جوانی، منو کلافه کرده بود، بی‌حساب کرده بود، غیر منطقی کرده بود. یعنی اگه یک نفر، چه میدونم، دوست پسر من باشه، نامزد من باشه، برادر من باشه، پدر من بیاد مثلا خیلی محترمانه بدون هیچ زوری مثلا به من بگه
این رنگ رژت بهت نمیاد، من داستان میسازم توی مغزم که چرا اینو به من گفته، چرا اینجوری شده، نکنه میخواد منو مجبور کنه رژمو عوض کنم. یا رایح له و زیب سلم علیهم علیهم قلهم مشتاقت یا بلچفو ویدهم ویدهم. یه بازی بود ما صعود کردیم فینال آسیا و منو بازداشت کرده بودن، توی ون پلیس بودم و از توی استادیوم ما رو بیرون نمی‌بردن، یعنی صدای تموم تماشاگرها رو میشنیدم، داد و بیدادشون، نمیدونستم چی شده، تیم گل زده اینا دارن داد و بیداد میکنن، تیم گل خورده چه اتفاقی افتاده و اونو نمیدونم کدوم بازیه. من یه زنگ به داداشم بزنم بپرسم بازیشو. پیمان سلام داداش، خوبی؟ داداش اون بازی هست من گرفته بودن. میگه تمام بازیه که تو رو میگرفتن. این بازی من تو ون پلیس بودم و نمیدونستم چه اتفاقی داره توی ورزشگاه میفته و اتفاقی که افتاد این بود. خوشحاله پرسپولیس با هم ببینیم ساعت گل یه گل منشا و خیلی خوب زد، گلر قشنگ